بر اثر بارش بارانهای موسمی در پاکستان طی دو روز 32 نفر جان باختند. به گزارش رسانه های محلی این کشور 20 نفر در ایالت سند بر اثر برق گرفتگی، ریزش سقف و غرق شدن جان خود را از دست دادند. احمد دارس وزیر نفت دولت نجات ملی یمن در گفتگویی اعلام کرد که از سال 2018 تا کنون بیش از 130 میلیون و 41500 بشکه نفت این کشور را به غارت بردند. دارس گفت مقدار پولی که ائتلاف سعودی اماراتی از غارت نفت یمن از سال 2018 تا کنون به دست آورده اند بالغ بر 9 میلیارد و 490 میلیون و 639 1415 دلار محاسبه شده است. سازمان جهانی غذا میگوید که امسال توانسته کمک‌های بشردوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. سازمان جهانی غذا در صفحه توییتر این سازمان اعلام کرد که این کمک‌های بشردوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند آمریکا، بریتانیا، برزیل و ژاپن در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شده است. اداره آتش نشانی سودان اعلام کرد که به دنبال وقوع سیلاب ناشی از بارش شدید باران از ماه ژوئن تا کنون 79 نفر جان خود را از دست دادند، اما پیش بینی می شود این عدد افزایش یابد. عبدالجلیل عبدالرحیم سخنگوی آتش نشانی سودان گفت از ماه ژوئن تا کنون به دنبال وقوع سیلاب ناشی از بارش شدید باران در مناطق مختلف این کشور 79 نفر جان خود را از دست داد و بیش از 30 تن دیگر مصدوم شدند. 23 محرم سال روز فاجعه انفجار حرم ائمه سامراء علیهما السلام است. 23 محرم سال 1427 قمری برابر با 3 اسفند سال 1384 شمسی سنی‌های تندروی القاعده شاخه عراق با کارگزاری مواد منفجره در داخل بنا حرم امامین عسکریین علیهما السلام را منفجر کردند. در نتیجه این بمب‌گذاری گنبد حرم امامین عسکریین علیهما السلام با پوشش آجری و طلاکاریش و همچنین تزیینات کاشیکاری در دیوارهای حرم فرو ریخت. تعدادی از مقلدین بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در ماداگاسکار اردوی تابستانی خود را برگزار کردند. در این اردوی تابستانی علاوه بر برنامه‌های تفریحی، جلسه‌های تربیتی با محوریت شیوه تربیتی بر اساس سخنان و راهنمودهای امام سجاد علیه السلام نیز برگزار شد.